به نام خداوند توانا. بینندگان عزیز، خوش آمدید به یک برنامه معلوماتی دیگر از چینل یوتیوب آبادی نیوز. در این برنامه معلوماتی میپردازیم به زندگی نامه طاهر زهیر، وزیر اطلاعات حکومت پیشین در افغانستان. اما قبل از این که وارد موضوع اصلی برنامه شویم، از شما دعوت میکنیم چینل یوتیوب آبادی نیوز را سابسکرایب نموده و تا آخر ویدیو برنامه را بیننده باشید. طاهر زهیر کیست؟ طاهر زهیر در سال 1353 در ولسوالی در ره صوف بالا، منطقه دای میرداد و قریه کوته متولد شد. زهیر تعلیمات ابتدایی را در ولایت سمنگان فرا گرفت و سند دانشگاهیش را از دانشگاه کاتب کابل دریافت نمود. گفته می شود او تا سطح ماستری یا کارشناسی ارشد تحصیل کرده است. طوری که گفته شده، زهیر بیشتر از 20 سال در عرصه های مختلف چون نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کسب تجربه کرده است. طاهر زهیر از سال 1380 تا 1383 به صفت قومندان فرقه 34 پیاده ولایت بامیان اجرای وظیفه نموده است. آقای زهیر در سال 1389 از حوزه انتخاباتی ولایت سمنگان کاندیدای مجلس شورای ملی افغانستان شد. او با تجارب انبوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در این ادوار کسب کرده بود، توانست در دوره 15 پارلمان افغانستان پیروز شود. وی از سال 1389 تا 1390 نمایندگی مردم سمنگان را عهده‌دار بود. از سال 1390 الا 1393 به عنوان مشاور سیاسی معاونیت دوم مقام ریاست جمهوری به رهبری محمد کریم خلیلی ایفای وظیفه کرده است. زهیر در انتخابات سال 1393 از اشرف غنی کاندیدای ریاست جمهوری آن زمان حمایت کرد و به عنوان سخنگوی تیم تحول و تداوم به رهبری غنی کار کرد. طاهر زهیر نزدیک به 5 سال از 29 ثور 1394 تا 26 ثور 1399 به عنوان والی بامیان خدمت می کرد. از اقدامات مهم زهیر در دوره ولایت وی در بامیان میتوان از امضای تفاهم خواهرخواندگی ولایت بامیان با ایالت گانسوی چین و خواهرخواندگی ولایت بامیان با شهر ماترای ایتالیا یاد نمود. زهیر در 8 جوزای 1399 به اساس حکم 547 مقام ریاست جمهوری به حیث سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شد و تا زمان فروپاشی ریاست جمهوری و حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان در این سمت کار کرد. زهیر پس از فروپاشی نظام در افغانستان به کوههای افغانستان رفت و با انداختن چند تک تصویر خودش را مخالف طالبان اعلان نمود. وی پس از اینکه مولوی مهدی مجاهد مخالفتش را با طالبان اعلام نمود، به بلخاب رفت و با خدای بلخاب یعنی مولوی مهدی مجاهد همرکاب و همراه شد و تا یک سال و نیم در کنار هم کار کردند، تا آنکه طالبان به بلخاب به مقصد دستگیری و کشتن مولوی مهدی مجاهد لشکر کشیدند و مهدی مجاهد از بلخاب متواری شد. چند روز بعد از این حادثه طالبان اعلام نمودند که مولوی مهدی مجاهد را در مرز میان افغانستان و ایران کشتند. حالا که یک سال کم یا بیش از کشته شدن مهدی مجاهد همسنگر طاهر زهیر می گذرد، تسلیم شدن زهیر خبرساز شد و طالبان به تاریخ 11 می 2023 اعلام نمودند که طاهر زهیر با افراد تحت امرش تسلیم شد. اما طالبان در مورد اینکه زهیر چطور، چگونه و چرا تسلیم شده چیزی نگفتند و گفتند که زهیر خودش دلیلی دارد که بیان خواهد کرد.
تا اینکه یک روز بعد زهیر در ویدیویی که از خود به شبکه‌های اجتماعی داد گفت او به خواست خود و بدون هیچ جبری به حکومت طالبان پیوسته، در حالی که گفته می شود طالبان برادر، برادرزاده و خسربوره وی را گروگان گرفته بودند تا زهیر تسلیم شود. همچنان گفته می شود این اظهارات از زهیر به گونه جبری گرفته شده است. عزیزان بیننده، این بود معلومات گردآوری شده توسط چینل یوتیوب آبادی نیوز در مورد طاهر زهیر. آرزو داریم معلومات گردآوری شده مورد توجه و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه معلوماتی دیگر، شما را یک و یک به الله منان امانت میمانم. ایام به کامتان. خداوند نگهدارتان. با توجه به تبلیغات گسترده منفی که علیه امارت اسلامی افغانستان در طول سالیان گذشته صورت گرفته بود، کنار آمدن و تعامل با امارت اسلامی قدر دشوار به نظر می رسید که چگونه اعتماد حاصل شود کسی در کنار امارت اسلامی بیاید. اما فعلا ما همین اعتماد را کردیم و هیچ مشکلی در این بخش نمی بینیم. نزدیک به 45 سال می شود که افغانستان درگیر جنگ و بحران و خشونت است و جنگ و خشونت راه حل قضیه افغانستان نیست. تمام کسانی که هنوز هم اصرار به ادامه جنگ دارد و هنوز هم اصرار به ادامه خشونت دارد، من تقاضا میکنم و سر همه ایشان صدا میکنم که جنگ و خشونت راه حل قضیه افغانستان نیست و خشونت خشونت را به بار میارد و این چرخه ادامه پیدا میکند. بهتر است که از طریق گفتگو، صلح، مذاکره قضای افغانستان دنبال شود و جنگ جز ویرانی، تبایی و بربادی افغانستان و بربادی مردم افغانستان کدام نتیجه دیگری را نه. هرچند که اعتماد کردن به اثر تبلیغات منفی و گسترده‌ای که صورت گرفته بسیار سخت. من زمانی که این بحث مذاکره و آمدن در کنار امارت اسلامی روی دست گرفته شد، ترساندن گفتن و رشد کردن که خب این شاهان میشه گفتن خب اعتماد میکنیم بر اساس همین اعتماد صلح کردیم، از جنگ نفرت بکرد ایران در کل. صحبت نکته دوم مایی بود که هزارهای افغانستان را بشمود به اساس همون ایده ای را که شهید مزاری دنبال میکرد، میگفت که ما وحدت ملی را در افغانستان اصل میدانیم و جنگ آفت است، جنگ تبانیست. ما هم سفر مقایدی ازشان جنگ هیچ بکنه افغانستان کشور است دارای توانیت های موجود چهار قوان که همیشن هم چی گرفتن که اول اقوان اقوان دیگر هم هست که قوانیت های گوناگونی از بدخشان تا بهران. این تنوع قومی و تکثر زبانی و تکثر مذهبی هست کسانی که برپای افغانستان هست میخواهد با عنوان نقطه زهر همیشه ازش استفاده کنند، نفاق قومی را هم نفاق مذهبی را، نفاق زبانی را. امارت اسلامی افغانستان پالیسی را که روی دست فعلا دارد باید کمیسیون هم تحقیق میکنه این موضوع و در مجموع رفتار را که روز به روز تصحیح شده میکنه، روز به روز اصلاح شده میکنه، باید همونطور که مسئولین محترم با سینه فراخ و دید باز از امارت محترم اسلامی افغانستان بکنند که به دشمنان افغانستان نشان بدن که تنوع قومی، تنوع مذهبی در افغانستان یک فرصت است نه یک تهدید.
بگذارم که دیدگاهی را تحقیق فکر کنم، بگذارم که چالش فکر کنم، اما شما اجازه ندارید به خود مردم افغانستان اجازه، ما شما اجازه ندارید، مردم افغانستان اجازه ندارید که تنوع و تکثر قومی هر ولایت افغانستان یک روز پایتخت این کار را ببینید. غزنی، غور، قندهار، هرات، تیموریان هرات، دورانیان قندهار، غزنی محمود غزنیان غزنی، غوریان غور، بعد از گذشته های دوتر گفت کوشنی های بگرام آهول و به همه شکل بعد قدیمی ترین دین بشری، قدیمی ترین دین یک آقاستی تبدیلی در برد صدور کرد. آیه زرتشتی که روز کس پیراش نیست و هیچ گونه بای انتبار ایدئولوژی ندارد، محل سروش بعد است. گذشته ما در کل این گونه است که هیچ کس را معلومات نمی‌دهند که بعد از این تحول کی چی کار کرد. مثلا کسی که در داخل مانده حق منت گذاشتن را ندارد، من هیچ منت را بر سر هیچ کسی نمی‌دهند. مانده و اعتماد کردیم آمده در کنار امارت اسلامی. اما سلام از کنانچه که بسن کسان که اصرار بر جنگ میکنه، سلام میکنه که جنگ رای حل نیست. از طاق حافظ هم همین شعر میگم که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، صلح بی از جنگ رو دارم باید، صلح بی از جنگ رو دارم باید. نکته چه پایانی و چارونی میگم هر کس هر تصمیم رو که گردم خوب کرد، هیچ کس کس رو مرافت نکنم، تو بشید آمریکا را سید، تو بشید تر بود فرا کردید یا تو بطن را نکردید یا تو چرا مانده، کس کس حتی